فردا بهت میدم روان روان چی؟ برای که کار خودته ماشرو قاچ از قیمت رو گونده چی سرش رو میدونه برش مشتری نیستی برو برو چی سر کن برو پیکاره برو پیکاره سلام سلام علی معلی بله همین سه چهار تا خونه جلوتر هسته کدوم خونه؟ همین قبل فری اون چیه؟ لوازم کارم دیگه کار چیه؟ دانشجوام برای تز دکترام دارم یه مستند بسیم عجب کیفیتو باز کن چیزی شده؟ نه فقط وظیفه است وظیفتون اینه که کیف منو بگردین؟ چیزی شده؟ الان معلوم میشه کتابامه بفهم شب بخیر همین؟ دنبال قاتل بروسلی میگردین؟ کار ما همینه دیگه با گشتن کیف من امنیت شهر تامین شد دیگه کسی دزدی نمی کنه مواد نمی فروشه بخیر شب بخیر شام خوردی؟ آره
بزن هرچی قرداری بزن. میزنم همیشه وقتی قر میزنم هیچ فرقی نمیکنه، فقط تو گوش میدی و منم سر زخمامو درد دلم باز میشه. رفته دانشکده افسری، یاد بگیره کی از 100 متری چی کار است. میگردنه زیر و رود میکنن، میگه وظیفه‌مونه. تو دخمه های ته شهر به خاطر یه دوزاری آدم میکشن. من قیافم با آدم کشا میخوره؟ له میدونی اگه اینا نبودن چه خبر میشد؟ ماشین امیر و سمیرا رو بردن، همینا پیدا کردن. خونه مامانت یا اون پدرام تفلک رو دوز زد، گرفتنشون. تازه خودت این تحقیق رو انتخاب کردی، الان هم میتونی مثل بقیه بری دنبالی پایان‌نامه خیلی ساده و راحت ده. خب همینم ندادن دیگه، مجوز فیلم برداری بهم نمیدن، میگن میکشنه، لهت میکنه. پس پلیس چی کاره است؟ پس امنیت مردم چی میشه؟ این تالار هم شده مصیبت. نگاهشون کن. آخه واسه شادی کردن این کوفتی ها رو نخورید و نزنید نمیشه؟ چی شده؟
هیچی. این سر صدا مال چی؟ تو اینجا چیکار می‌کنی؟ این همسایه بغلی دعوا شده. فکر کنم موضوع دعواش به درد من بخوره. بریم ببینم شاید بتونم یه تصاویر خوبی بگیرم. تو برو بخواب. کجا؟ این فیلم هم که تموم شد. فیلم خام نداریم؟ باز پلیس اومده جلوی در. داریم یا نداریم؟ ته راشای تا چند دقیقه خالی داریم. با ماژیک روش نوشتن. آمبولانس برای چی اومده؟ والا منم خودم هنوز هیچی نفهمیدم. فقط میدونم یه خبرهایی داریمش. یه ماشین پلیس دیگه هم اومد. اینا مگه دارن چی کار میکنن؟ یالا بینا چیه؟ بودی که اومدی فیلمشو بگیری؟ بزن به جاکت چه؟ من زنگ زدم واسه من لات بازی در نیرا. اینجا میزنم نصف جت میکنم. اینجا که از شیرکش خونه؟ آقا تو آدمی میگی آدم فروشی؟ افرازا پر بازی در نیرا. دمش کن. عزیز من، تهیه کننده محترم سینما. سلام علیکم. ببین، شما تجهیزات انتظامی خواستید. ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم. شب، روز، وقت، بی وقت. آقا ما در خدمت فیلمسازای عزیز هستیم. قربانت، خداحافظ. سلام. حال شما خوبه جناب سنگ قبیتن؟ من آیت بیات هستم. به به، بله بله. جام سرورد اکبری زنگ زد از پیشگیری. مثل اینکه دیشب هم از دست همکارای ما ناراحت شده بودیم. آخه من که کار خاصی نمی کردم. من دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی هستم. برای تکمیل پایان نامه‌ام از تمام معضلات اجتماعی که می بینم دارم فیلم برداری می کنم. اشکالی نداره، ولی ببینید در صحنه ای که پلیس وارد شده و جرمی اتفاق افتاده اونجا شاکی داشته، شما به هر حال باید یه مجوز برای گرفتن تصویر برداری می داشتید. آخه جناب سرنگ، من از کجا می دونستم که اون موقع شب توی آپارتمان ما چه خبره که از قبل می رفتم مجوزشو می گرفتم؟ یه پایان نامه معمولی راجع به معضلات اجتماعی واقعا هماهنگی می خواد؟ بفرمایید. آقای قویتن، این دوتا پروژه یه تعداد نامه مجوز تقاضا کردن، براشون صادر کنیم یا نه؟ ببین، برای این سینماییه یه نامه تنظیم کنیم برای تهران بازار. برای تلویزیونی هم چون موضوعش مواد مخدره، یه
نامه همکاری برای پلیس مبارزه با مواد مخدر تنظیم کن، بیارید که بدیم امضا بشه. ببین جوون هنرمند، البته علاقمند به هنر. خیلی علاقمند به هنر. ببینید شما اگه هر کاری بخواید بکنید، تصویر برداری، عکاسی، هر کاری که هنری باشه، ما مجوزشو میدیم، چه در تهران چه در شهرستان ها. یعنی معاونت اجتماعی یکی از کارش همینه که مجوز صادر میکنه و همراهی میکنه فیلمسازا رو. خب به هر حال معضلات اجتماعی هم یک طرفش به پلیس برمیگرده. میتونید بیایید من معرفیتون کنم به پلیس‌های تخصصی ناجا و هماهنگی‌های لازمه بکنیم. شما برید با اینا یه چند روزی باهاشون زندگی کنین، بچرخین. به نظر من خیلی چیزا دستگیرتون میشه. یعنی من میتونم با مامورای شما برم عملیاتاشون و اونجا مستند فیلم برداری کنم؟ برای برنامه ریزی بشه چرا نه؟ من که از خدامه. ببخشید. بفرمید. چند روز مرخصیم؟ یک روز. یه روز یعنی چهارشنبه رو. پنجشنبه میخواد برگرده؟ اینو بنویس بیارده میزن. قربان. خب ببینید آیه آیت، من الان جلسه دارم، باید از خدمت مرخص بشم، اما من شماره تلفن آقای محمدی رو بهت میدم، اون هماهنگی های این امور رو میتونه باهاتون انجام بده. خیلی هم فرد خیلی فعال و تو این امور با جوان هم خوب همکاری میکنه، یعنی حوصله‌اش رو داره که شما رو همراهی بکنه. این شماره آقای محمدیه، اینم شماره خود من. اگه مشکلی هم پیش اومد باز با من تماس بگیر. قربونت برم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم ازتون. خیلی لطف کردید. لطف کردید. خداحافظ شما.